LG G4. سلام خدمت همه دوستای عزیز، باز با یه قسمت دیگه از سری برنامه شبکه تیوی پلاس در خدمت شما هستیم. توی این قسمت میخواییم حرکت‌های مخصوص به عضلات سه سر پشت بازو یا ترایسپس رو انجام بدیم و حرکت‌هایی که مختص این عضلات هست و این عضلات تحت فشار قرار میده رو انجام بدیم. حتما با ما همراه باشید. ممنون. خب اولین حرکتی که توی این قسمت میخواییم با هم دیگه انجام بدیم پشت بازو سیمکشه. این حرکت به این صورت که یک دسته صاف سیمکش رو میگیرید، به این صورت بایی میستید. نحوه سریع زدن این حرکت به این صورت که آرنج ها کنار بدن قرار میگیره و مماس بدنه و مفصل شانه توی این حرکت کاملا ثابته و فقط مفصل آرنجه که حرکت میکنه. دست ها در قسمت پایین حرکت کاملا باز میشن و در قسمت بالای حرکت تا 90 درجه زاویه بالا میان، به این صورت که آرنج ها و عضلات ساعد باید کاملا با زمین موازی باشن. توی این حرکت دقت کنید که بدنتون کمی به جلو متمایل باشه و روی حرکت به اصطلاح سوار باشید که بتونید با تمرکز و دقت بیشتر این حرکت رو انجام بدید. یه حالت دیگه از این حرکت پشت بازو سیمکش به صورت دست عکسشه، یعنی اینکه دستا رو معکوس میگیریم. توی این حرکت فرقش با حرکت قبلی اینه که بیشتر روی قسمت داخلی عضلات پشت بازو و سر داخلی عضلات بازو فشار میادش. نحوه صحیح زدن این حرکت رو با هم دیگه انجام میدیم. به این صورت حرکت رو انجام میدیم. دقت کنید که باز وقتی که دست ها بالا میاد آرنج ها موازی زمین میشه و یه زاویه 90 درجه میسازه. بازم اگه فاصله دست ها رو بیشتر کنیم بیشتر روی قسمت داخلی از عضلات پشت بازو فشار میاد و هرچه فاصله دست ها رو کمتر کنیم روی قسمت بیرونی عضلات پشت بازو فشار وارد میشه. حرکت بعدی که تو این قسمت میخوایم با هم دیگه انجام بدیم پشت بازو تنابه. این حرکت هم دقیقا مثل حرکت پشت بازو سیمکش ایستاده است، با این تفاوت که از دستای تنابی استفاده میشه. مزیتی که نسبت به پشت بازو سیمکش ایستاده داره اینه که فشار مخربی که روی مچه کاملا برداشته میشه و حرکت میتونه با امنیت و آسیب دیگه کمتری انجام بشه. نحوه سریع زدن این حرکت هم به این صورته که دستای تنابی رو وصل میکنید، دستا رو گرفته یک کمی خودتون رو به سمت جلو مایل میکنید، کاملا دستا رو به پایین میبرید. توی قسمت پایین حرکت دستا رو تا اونجا که میتونید باز میکنید و باز دستا رو تا 90 درجه به بالا میارید. تو این حرکت فشار بیشتر روی قسمت بیرونی عضلات سه سر بازوه و به هرچه قشنگتر کردن قسمت نعلی پشت بازو کمک میکنه. حرکت بعدی که باز توی این قسمت میخواییم با هم دیگه انجام بدیم پشت بازو کیک بکه. این حرکت رو هم میشه به صورت دمبل تک و هم به صورت دمبل جفت انجام داد. این حرکت بسیار برای نعلی کردن پشت بازو مناسبه و باز به قسمت بیرونی عضلات سه سر پشت بازو فشار بیشتری رو وارد میکنه. نحوه سریع این حرکت رو با هم دیگه انجام میدیم. یه دمبل با توناژ مناسب رو برمیداریم، سعی کنید کمر و آرنج ها کاملا موازی زمین باشه و این حرکت رو انجام. وقتی که به تعداد مناسب برای یک دست انجام دادیم با دست مخالف حرکت رو ادامه بدیم. حرکت بعدی که تو این قسمت میخواییم با هم دیگه انجام بدیم پشت بازو دمبل تک نشسته است.
این حرکت رو میشه هم به صورت نشسته و هم به صورت ایستاده انجام داد، هم میشه روی نیمکت صاف انجام داد و هم میشه روی نیمکتی که تکیه‌گاه داره انجام داد. نحوه صحیح زدن این حرکت هم به این صورته که میبینیم. یه دمبل با توناژ مناسب انتخاب میکنیم، به این صورت دست رو بالا میاریم و حرکت رو انجام میدیم. دقت کنید که توی این حرکت فقط مفصل آرنجه که تکون میخوره و مفصل شانه ثابت. عضلات بازو هم باید کاملا عمود بر زمین باشه. وقتی که به تعداد مناسب با یک دست انجام دادید، میتونید با دست مخالف این حرکت رو انجام بدید. تو این حرکت هم فشار اصلی روی قسمت عضلات سه سر پشت بازوه. فقط دقت کنید که توی این حرکت حتما از وزنهایی که سبک هستن استفاده کنید و زیاد از وزنهای سنگین استفاده نکنید که دچار آسیب دیدگی نشید. حرکت بعدی که تو این قسمت میخوایم انجام بدیم پشت بازو پرس سینه دست جمعه. این حرکت دقیقا مثل پرس سینه با هالتره، با این تفاوت که فاصله دست ها با هم دیگه کمتر میشه. تو این حرکت دقت کنید که فاصله آرنج ها با هم دیگه باید کم باشه و آرنج ها نزدیک بدن باشن و هرچه فاصله آرنج ها از بدن بیشتر بشه و فاصله آرنج ها از یک دیگر بیشتر بشن، فشار روی عضلات پشت بازو برداشته میشه و وارد عضلات سینه ای میشه. نحوه صحیح این حرکت رو با هم دیگه انجام میدیم. روی میز پرس سینه دراز میکشید، هالتر رو بهم دارید، فاصله دست ها با هم دیگه به این حالت قرار میگیره، تر بلند میکنید و به این صورت انجام میدید. دقت کنید که توی این حرکت از توناژ مناسب وزن استفاده کنید، زیاد وزنهای سنگین استفاده نکنید که دچار آسیب دیگه نشید. حرکت هایی که ما توی این قسمت با هم دیگه انجام دادیم یه تعداد خیلی محدودی از حرکت های مخصوص عضلات پشت بازو هستن که این حرکت ها خیلی وسیع‌تر و خیلی بیشتر از این هستند که ما آموزش دادیم، که ما به علت محدودیت زمانی که داریم نمیتونیم همه اون حرکت ها رو به شما آموزش بدیم. امیدواریم که از همین حرکت های محدود استفاده مناسب رو کرده باشید، انجام بدید و اگه مشکلی، پیشنهادی، انتقادی داشتید حتما ما رو همراهی کنید که ما بتونیم برنامه مراتب بهتری رو برای شما تدارک ببینیم. با ما همراه باشید حتما. We'll be right back.